رئیس جمهوری چین در آستانه سفر دو روزه‌اش به ایران است که فردا آغاز می‌شود. شی جین پینگ در پایان دیدارش از عربستان سعودی امروز به مصر سفر کرده و در قاهره شاهد امضای سندهای دو توافقی بود که ارزش آنها نزدیک به 1,700,000,000 دلار برآورد شده. هر سه سفر شی جین پینگ هم برای چین و هم برای کشورهای منطقه که در حوزه‌های انرژی، امنیت و اقتصاد هدف‌های مشترک دارند، مهم است. اثر رحمانی گزارش می‌دهد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین روز چهارشنبه در دیدار با همتای مصری خود عبدالفتاح السیسی در کاخ ریاست جمهوری مصر گفت پکن از تلاش‌های قاهره برای برقراری ثبات منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم مصر حمایت می‌کند. او گفت روابط چین و مصر از 60 سال قبل آغاز شد. دو کشور به گفته آقای شی از زمان گشودن درهای دیپلماسی به روی هم به یکدیگر احترام گذاشتند و روابط دوستانه عمیقی را شکل دادن. آقای سیسی نیز ضمن اشاره به روابط 60 ساله دو کشور گفت مصر مایل است از تجارب چین در توسعه اقتصادی بیاموزد. به گزارش رویترز دو کشور روز پنجشنبه 21 توافق شامل 1,000,000,000 دلار توافق مالی با بانک مرکزی مصر و 700,000,000 دلار وام به بانک دولتی ملی مصر امضا کردند. توافقات بین دو کشور که بسیاری از آنها یادداشت‌های تفاهم هستند، همچنین شامل سرمایه‌گذاری چین در توسعه زیرساخت‌ها در مصر، توافقنامه بین وزارت مسکن مصر و یک شرکت توسعه مسکن چینی است که طرح ایجاد پایتخت جدید اداری مصر را آغاز کنند. رئیس جمهوری چین در ادامه سفر خاورمیانه خود روز پنجشنبه از ایران دیدن خواهد کرد. محمد جواد ظریف در حاشیه نشست سالانه همایش اقتصادی جهان در داووس گفت رفع تحریم‌ها به گسترش روابط بین دو کشور کمک خواهد کرد، زیرا چین در دوران تحریم‌ها از نظر استراتژیک در کنار ایران ایستاده بود. آقای شی قبل از سفر به مصر از عربستان سعودی دیدن کرد. او در ریاض گفت گسترش روابط استراتژیک دو کشور نمایانگر گرایش مهمی در منطقه است. او بر آمادگی پکن در همکاری با ریاض در زمینه نفت، انرژی پاک و امنیت تاکید کرد. سفر رئیس جمهوری چین به خاورمیانه اولین سفر رهبری چین در بحبوح تنش‌های منطقه است. گفته می‌شود زمان دیدار آقای شی در اوج تنش‌ها بین تهران و ریاض چین را در کانون سیاست خاورمیانه قرار می‌دهد. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب میگوید چین تنها کشور از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است که واقعا می‌خواهد نقش مثبتی در بحران‌های منطقه ایفا کند. اصل رحمانی، صدای آمریکا.